بابا جون ننت، زامبی بالدار ببینم یا مولتی میلیاردرشم؟ خدا همون لحظه. من نگران کامپیوترم هم دیگه از اینجا به بعد دوستان. نانچیکوی حاج سینا داره پیافت میکنه. اللهم صل علی محمد. سلام ای طلوع غریبانه ظهر. سلام بر شما خوبان، اندیشمندان، متخصصین آرل کرافت ایران. امیدوارم هر جا هستید بیراه باشید. هاشتنه دیگه خوشبختانی و متاسفانه روش تو روی اینا باز شده. میبینید ممکنه شما از اول تا آخر عمرتون به کسی خدمت برسونید، ولی یه رو برگرده یه دونه بزنه زیر همه چی بعد یهو به خونه به سقف بالای سر خودم رحم نکردم دوستان. تو این اپیزود قراره بریم بیشتر بچرخیم و بیشتر اینچنتمنت پیدا کنیم و بیشتر اینچنت کنیم. اصلا لوتینگ دو با شارپنس زده بودیم تنگ هم، اینو میزنم روی سلاح هم چون میخوام برم ادوانسد همه اینا رو پیدا کنم. یه انویل دره 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 توی کرافتین تیبل سینا اسیره. این آهنگا رو دیگه شما نشنیدید، اینا رو دیگه بچه های دهه هفتاده مثلا 70 تا 78-9 شنیدن توی صدا سیما. آنبر کینگ هم دوست دارم روی این بزنم. آقا من یه دونه رین این چند زدم، چرا این هنوز که هنوزه 4 تا XP میخواست. اسپانسر این برنامه هم که میدونید دیگه. احساس میکنم دست و بالم خیلی بسته است، میتونم لوتینگ اینم 3 کنم ولی دیگه فکر کنم XP مون کفاف نده. هاشینا داره ذره ذره خونه خودش رو ویرانتر و تجهیزات خودش رو بیشتر میکنه. یکی از بچه ها گفتش که سینا برای این سری بیس میسازی؟ بابا از این شوخی ها نکنید. اتک دمیجش میشه 12، خب یه لوتینگ هم میاد روش. XP میخواییم داریم. یه آمبر کینگ هم برای این دوستمون. میخوام یه تایمی بذارم پشت صحنه اینا رو مرتب کنم دوستان، براتون اسکیپ میکنم. اسلاسامون هم که به فاک رفت همش. از اول یه کپی از این دوستمون بگیریم. راستی اسکرول موسم که خرابه رو فوت کردم توش محکم، یکم بهتر شد دوستان. این تکنیک جدا از شوخی واقعا کار میکنه. زمان میخرم برای موسم. نکنه با افزایش سن و ورود به 26 سالگی منم دارم کم کم به یک بابای ایرانی که کم خرجه و اصلا نمیخواد پولشو خرج کنه تبدیل میشم، حتی اگه تریلیونر باشه. با این طرز فکر که خوبه دیگه، کار میکنه دیگه، برای چی عوضش کنم؟ نه، این اتفاق نباید بیفته. تعداد بیشتری تیر. این اپیزود دقیقا نمیدونم میخوام چی کار کنم دوستان، ولی میدونم که قراره دعوا بکنم، این یک، و میدونم که قراره تیزی بکشیم. احتمالاً توی خلاصه ای از آنچه خواهید دید شما میدونید که من قراره چی کار کنم توی این اپیزود، ولی خودم الان نمیدونم. جالب نیست؟ Isn't that crazy؟ تورچه خاموش. حالا از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون که دوست دارم دراگونزج یخی بزنم. چون دراگونز جگه یخی بزنم، اتفاقی که میفته اینه که با وسایلش میتونم دراگونز جگه آتشی رو بدتر بزنم. فعلا نمیدونم آیا این فلیمد دراگن بوی که اینطوری استرنثش کردم بیشتر دمیج میزنه به دراگون یخی یا نه. اینجا مثلا ببینیم دیلز اکسترا دمیج تو، احتمالا نمیزنه چون برای همه وسیله‌هایی که میلیان نوشته که دمیج اضافه میزنه به دراگون آتشین، ولی برای کمون‌ها اینو ننوشته. باشن ذکر شده اینجا. یه موجودی هم هست که اینجا چند ساله داره سر و صدا میکنه. نانچیکوی هاج سینا. انتخابی مطمئن. دن 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 دن. درگونز جگلی اینجا بودا. من یادم اصلا نیومدم سمت این بتل تبری که اینجا دیدیم قبلا. ولی خداوکیلی دراگون یخی کمتر دیدم از اول بازی تا الان. آن درگونز جگلیش اینجاست اصلا. بریم تو کارش دوستان. احساس میکنم این لولش میتونه خیلی بالا باشه. این هم اصلا بتل تاور نبوده که من دیدم. خوب هستی ستون؟ خورد بهش؟ بدبختی این حالا رنگ اینم قرمزه. خورد بهش. نیم فلا تو که اینجا گناهی نکردی، تو برو. میتونم اینو وایسم اینجا بزنم ولی اینم شاید طول بکشه. این ولی نیم فولا که اینطوری میاد وای میسته اینجا، این خودش کتک میخواد. اگه مولتی شات داشتم فوق‌العاده میشد. اوه 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 پروژکتایل به راهه. اوه 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 احساس میکنم این لولش خیلی بالا بود. اصلا بذارید یه کاری بکنیم.
اپیزود قبلی یکی از بچه‌ها گفته بود که چرا آیتم تو یوز نکردی بری جایی که مردی. خب اون موقع واقعا نمیتونستم چون دسترسی به آیتمم نداشتم، ولی الان به آیتمم دسترسی دارم. اون موقع اکسپی نداشتیم برگردیم جارکراوره. اینجا هاج سینا با استفاده از علم روز، با استفاده از تکنولوژی ساینس، گریو سکرول یک عدد کسی ندید. کی؟ من نه، من نمردم. نیمفولا هم مرده، آیتماش دراب شده. نانچیکمون هست، این هست، فکر کنم یکی از رینگامو از دست دادم. بله بمیر بابا، آجسین نانچیکو داره، برادر رو به طور موقتی فلج کرد. میرید بابا، الان دیگه بازی افتاده رو دور ما بسپان کردن. حالا از چپ و راست، آخه گوز مصنوعی، باورم نمیشه، نکنه هول شدم اینجا از دستم افتاده رینگم. اوه بابا، دهن سرویس. باید همونجا میرفتم به خاطر یه دونه پوشن رینگ. باید هم میریم من چهار تا چیز دیگمون هم گم میکنیم، از دست میدیم. چیا هست چیا نیست؟ دوتا پوشن رینگ هم نیست و یه سری چیزای دیگه. کرافتینگ تیبل و چوب موباین همه جزغاله شد. این دراگون هم خیلی بدتر میزنه، خدا وکیلی از حق نگذاریم. چنقدر کم دمیج میزنه. این رینگ استرینگت من اینقدر نقش و اینقدر تأثیر داره. نگو که من هیچی از این مصرف نکردم، چهار تا تیر ترقه خورده، کل دیوریبیلیتی دوستمون رفته. آرمورا بیشتر اصلا تلقینه تا اینکه واقعا آرمور باشه. من میگم یه دفعه دیگه هم اینجا بمیریم. جون ننت بابا نزن دهن تو من. اینقدر عصبانی کرد هاج سینا رو. گریو اسکرول هم آوردم به خودم. بادکنکه نمیخواد بترکه. میخواد از اول اپیزود تا الان مردم من، ولی فشار میخورم، نباید فشار بخورم. تنبونمون از دست دادیم. مهم اینه که وسایل دراگونی شده با دراگن بلاد رو از دست ندادیم. صد بار دوستان، اگر توبه شکستی بازا. دو تا رینگ طلایی اسم تو روش نوشتم، بیام استرنگتش کنم بیای تو سر نوشتم. هاج سینا سنگ پای قزوین، ماتریکس داد ایکس وای زد، اسپانسر این برنامه. کد کلوفت گنگ 20% تخفیف. همین خوبه دیگه، مته به خشخاش نذاریم. کافی آقا، جمع کن بریم. سری سری سری، من این مدت اونوری رفتم، الان هم اونوری میریم. به به، اجنه چطوری؟ اجنه بوغلمون هم میکشیم چون تیر میخوایم، تیر پر میخواد. خودمونیم از حق نگذریم. من خیلی جا برای پیش رفت دارم، خیلی ماب ها برای کشتن. اوه اوه اوه، بی بی دی، بیگ بلک درگن. اه، یه دراگون دیگه اونجا از زمین بلند شد، یه دراگون اونجا مرده، یه سگ هار که داره اینجا میکنه و خدایی که به شدت کافیست. این وسط نمیدونم چرا احساس میکنم دراگون یخی رو یوبسترن. اقدام کنیم دوستان برای دراگون یخی، سرطان لجن میگیریم کنار این بخوابیم. ولی من همین طوری نباید اتک بدم به اینا، باید شرایط رو برآورد کنم. این زیر خوابیدم، یه کار بدتر انجام دادم. مثلا شرایط اینجا برای فرار رو برقرار کردن به راهه. من گاد اپل رو میخوام. به بین دوراهی که چه ارز کنم، ده راهی گیر میکنه هاج سینا. چیکار کنیم؟ کجا بریم؟ بریم سراغ دراگونز جگه. بریم همچین جایی مثلا پایین. پرچ موقتی این دفعه درست کردم. هاج سینا مابالله بنفش زاده رو دید اینجا. تو کعبه ایدزی و من. او مای گاد، هرمزاده رو نگاه کن. چه نانچیکویی که الان کار نمیکنه، بزن دیگه اینو. دهمنمون رو سرویس کرد. چه دمیجی زد هرمزاده. با این ساختار دانجنه خداوکیلی حال نکردم. پشه مگس الان واسه ما آدم شد اینجا.
نشست رو زمین دوستمون. از اینجا میتونیم بزنیمش عمرن، تو رندر دیستنسمون نیست. از اینجا این دوستمون معلومه دمج میخوره. آره دوتا هم خورد، ولی خب قبل از هر چیز من باید مکانیزم فرار رو به راه کنم. سه تا خیلی دورم الان ازش، به داره تمه جای تیرام میخوره. پشمام اینجا رو باید تو آب. سلطان تو آب چی کار میکنی تو؟ دراگونی آقا، چه اتفاقی داره میفته؟ دیوونه شده دراگون. اینا هم فکر کنم داره بهش میخوره همه. آره داره میخوره همه اینو بهش. برای من این مهمه. همیشه شوال یه دفعه رمزون ضرب المثل‌های دهه 30 ها رو حاج سینا داره زنده میکنه. خب غلط کردم، بیجا کردم. نه من میرم زیر آب، من وجود ندارم. رفت دوستمون. خیلی از این صدای زیبا خوشم میاد. بیاید وکس اینا چه کاربردی داره؟ میتونیم شیو کنیم. کامبیناموس بکن وسط دراگون زدن یکی از اینا بیاد باعث مرگ شه. چه حال میده این پشا رو میزنی؟ تو دنیای واقعی من خیلی با پشا مشکل دارم. انتقام ها میتونم این بخشیش رو اینجا ازشون بگیرم. بیاید بیاید 26 سال منتظرتونم. بیاید. اون یکی چرا رفت؟ بدبختی اینه که من برم بالا سر این درگنز که اینجا مرده نمیذارن لوتش کنم. مطمئنم بالاخره یه کاری من باید بکنم دیگه، نمیتونم کاری نکنم. حالا من چه بدبختی دارم با اینا. من فقط یه دونه باید شمشیر کرافت کنم که اینا رو باش بزنم. به به صداهای ناخوشایند، کتابهای به درد نخور، اسپانرهای حرامزاده. چقدر صداهای نکبت بار میدن. مثلا اینجا رو با روش خودم میرم جلو. کی گفته من باید از مسیرهایی که اینا اینجا تعبیه کردن حرکت کنم؟ چجوری اینجوری گیر کردم به اینجا؟ این چرا بال داره؟ پشمام. Everything's better with zombies. پشو بابا زامبی بالدار ببینم یا مولتی میلیاردرشم؟ خدا همون لحظه. آقا خدا گاد چقدر این عشقیش زیاده. به به. آها راستی من از این بابلم میتونم حد اکثر استفاده رو بکنم، من ایمیونیتی دارم. به به. حاج سینا نانچیکو پوریان. اوه 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 تو کعبه عشقی و من. دوتا شارد دیگه یه قلب میتونیم درست کنیم. زامبی هد من آخه میخوام کجام بذارم؟ ولی این بلاک ها خیلی باحال، اینا رو درست میکنیم استفاده کنیم برای بستن مسیر. از اونجا هم که ریکال پوشن نداریم ریکس رو به حداقل میرسونیم. میدونم لولم زیاده، پس اصلا یه لول میگیرم و بعدش اینو یوز میکنم. ارو اسپید بعدیمون 37. خب میذارم یه ارو اسپید میگیرم بعد دوستمون رو یوز میکنیم. سینا آمده کجا میخواد بخوابه؟ اینجا خیلی تو هم تو همه و من به شدت بد فازم. پس یه کاری میکنیم، مسیر خودمونو میکنیم. شستون پایین بابا. شاید هم جالب میشد اگه نمیدونم یادم رفت چی میخواستم بگم. حاج سینا نانچیکونیا. روح دوستمون بود که رفت بالا اروج کرد. اینجا خیلی تو هم تو همه، ولی میدونید اشکال نداره، من اونی میشم که اینجا رو حالت تو هم تو هم در میاره. صداهای خوبی اصلا صداهای خوبی به گوش نمیرسه، صداهای بسیار بدی به گوش میرسه. وای یا اول فصل. او مای گاد اینجا رو نگاه کنید. پشمای خانم مظفریان نیا. حاج سینا اینجا چی داره میبینه؟ ولی میدونید جای نگرانی است. قبل از هر چیز من میام اینجا ال میزنم، اینو میگیریم، دانو میزنیم سر فرصت. ما اصلا با سر صدای اینجا کار نداریم، قلبو نمیتونیم یوز کنیم.
من میام یه دونه هندونه بحب بنازم، یه هندونه میخورم سر فرصت. عجله نداریم آمو، چطور بشه حالا؟ اینجا رم گیریم رفتیم زدیم همه رو ترکوندیم، خبر اینی آمو، قلبمونم یوز میکنیم. من نگران کامپیوترم هم دیگه از اینجا به بعد دوستان. به به، گوش جان میسپاریم به نوای زامبی فارم. آن جیگرم خنک شد، نانچیکوی حاج سینا داره پیاف میکنه. بیایید اینجا بیناموسا، روحاشون داره بدناشون خارج میشه. Discover Warch، نمیدونم این که اینجا دوستمون نوشی چی بود، ولی خب باورم 11 تا قلب از این چیزا، ببخشید قلب که نه، سوراخ قضیه دانجن بوده. پس همیشه دوستان نگاه کن، من 18 تا لول در جا گرفتم. او مای گاد، چقدر حاج سینا قویه. یه جلو ببینم جیگر طلا، 18 دو تا قلب یه جا گرفتم دوستان، رکورد گینس رو حاج سینا زد. چاره کار من دانجن بود. نکنید برای اولین بار توی یه اپیزود 3 تا قلب گرفت حاج سینا. این از این از این این از این، بعدی هم یوز کن، بزن سلطان. یعنی من هرچی قلب میتونستم بگیرم از قلب اضافی اینطوری از کریستالا گرفتم. شاید کول داونی داره جدن. آقا من میخواستم قلب اضافه کنم. او مای گاد، سلیت برقی رو نگاه کن. نانچیکو واقعا حاجی ها حق ترین چیزی بوده که من تا حالا دیدم توی این بازی. خیلی دوست دارم اینجا هم بیشتر بمونم فارم کنم و میترسم بیام بالا اینا دی اسپان شن، ولی چاره ای نیست، باید حاج سینا بیاد بالا. نه، این قلبه رو میتونم پوشن آف هلت بوست کنم، 4 تا به مکس هلت هم اضافه میکنه. خب از این جهت بد نیست. پس نتیجه میگیریم اون پایین اگه بلد کار باشی و محافظه کارانه و با صبر و حوصله بری جلو، اتفاقات خوبی برات میفته. نکن. او مای گاد، روحدم نیم تا فقط دست خر قلبه. من نمیدونم این نیم فلاح وقتی که بهش نیاز داری کجاست. ارو اسپید آخر رو بگیریم که دیگه تموم، لول 41 هم میخواد. پس بقیه قلبا همه از این به بعد باید با باف به دست بیاد. خدا وکیلی کم هم نیست، الان 8 تا قلب رو هدمون داریم فقط. از کی تا حالا؟ نمیدونم چرا دوستان الان به شدت داره آرل کرافت بهم حال میده. الان خیلی وقت تو زبطم، اصلا شاید این بشه طولانی ترین ویدیومون، نمیدونم. مهم اینه که الان داره به من حال میده. رکورد قلبمو زدم آیا؟ الان که قطعا میزنم. من 24 تا این دو دست خر دارم. تول بلتمو از اتلتیک برمیدارم، بهم ثابت شد که اونقدر هم در مقابل دراگونا کاربرد نداره. انقدر میزنیم تا یه مکس هلث بهمون بده یا آرکانه کنه آنداینگ. پانیش دو بار پانیشینگ داد، یه بار آرکین داد، دوباره آرکین داد. ها زارت، باز خوبه حداقل دیباف نشد. این بریسک علی هم جالب میتونه باشه. کیف اون که هلثیه، بیایم اینجا با اکس پی ببینیم چطوری میتونیم اینو ریفورج کنیم. یه دونه میزنم نو مودیفایر، یه دونه یه دونه که چه کار کنم، کمتر 8% اتک دمیج، هیستی، رش، آرمورد، منسینگ، هف هارتد. یوهو چقدر اومد پایین. باز 6% اتک اسپید قابل تحمل تره. من پا بر جا مثل دم و بندم. تو هم اینو درک کن، اگه جا من بودی انطور خیابون رو خاص میدیدی، نه یه جا من بودی. پس الان تنها جاذبه این ماب بنفشا برای من میشه اون اکس پی که به من میدن. نکن اون دراغون یخی رو من زدم، نیست دیگه دوستمون. فقط تاریخ مصرف تورچه هم اینجا تموم میشه، باید حواسم باشه.
من پا بر جا مثل دم و بندم، از جا صد داغ سپر و زنده، دارم همه هنگم با من خیابون و مردم. تو امینو درد کن، اگه جا من بودی دانجنو خاص میدیدی، نه یه جا من بودی. اوه اوه اوه، آها صدای این اجنه است. پس اللهم صل علی محمد و آل محمد. جن زیر تختتون رو پیدا کردم بچه ها. توی چستش هم یه دونه ریدیوس کولدانه که به نظر میتونه چیز جالبی بیاد. وقتی که اونا دارن اسپان میشن، من یه تایم خوبیه با این دوستانمون اینجا داشتم سپری میکردم. اینجا هم بچه ها اسپانر دارن. اون دوستمون به نظر یک مومیایی میرسید. من نمیتونم چرا دوستمون رو بزنم. آها فهمیدم، چون توی ایناست. آهان الان جالب شد. چاپ با حال روحاشون اروج میکنه به سمت آسمون، خیلی گوگولیه. یه جلوی ناموس. الان فهمیدم برای چی میگید نان چیکو کرافت کن. تاریخ مصرف اینم تموم شد. حاج سینا میمونه اینجا. یک سری آیتمی که جالب نیستن اونقدر. الان این چرا نمیخوره به این؟ این باگه، باید دوستای اینو درست کنن در اسرع وقت. این تریکور تریتا همه اینا چرت و پرت، فقط اینونتوریمونو داره پر میکنه. سیب زمینی، پیازی، گوجه فرنگی، خیار. بودو به این بغل وایسادم. ماب حبابی که خدا نگهدار عددی نبود. ماب حبابی سنگه رو هی هاش سینا میبره جلوتر. خدا وکیلی ولی حال و حوصله ماب اسپانه رو اینا ندارم دیگه. بذار من اینو بزنم تماشا بره. اینجا رو لوت کنیم. کلنگ هاش سینا. اینا اتکاشون شاید باید مثلا پویزنی باشه. چه چیز حقی معرفی کردید با هاش سینا؟ ولی از اونجایی که من بابل ضد پویزن دارم که یکی دیگه هم برام دراف کردن، اینا مثلا در حدی نیستن. یا که اصلا هیچی دمج نمیخورم. ناراحتم یکم، از وجدان دارم. اینجا رو هاش سینا میبنده. من پا بر جا مثل دم آوندم. هاتکیا رو سریع هاش سینا اول. اوه 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 نه، میشدم آره نمیدونم. آره اصلا حالا که اینطور شد اینجا مشکل بانداج نخواهیم داشت. انقدر اینجا تارنکبوت هست. ولو اینم برای شما. ولی چرا نمیمیره؟ اینم برای شما. من پا بر جا مثل دماوندم. چقدر تو همن دوستان. کمپ نکنید آقا. چقدر اینجا نجاست کده پر عنکبوته. اینا رو یکم فارم کنیم. فارم کردن اینا برام جالبه. اسپانرشون هم بزنیم. دایمونز چگه داد؟ یه همه رو با نانچیکوم نمیزنم. دیوریبیلیتیش برام با ارزشه. آقا سرسده نکنید. او اینجا اصلا اتاقه. یعنی اتاق بود در اصل. اینا چیه دراب کردن حالا تو این گیرودار؟ شارژشون رو بر میدارم. خودمونیم. خدا وکیلی خیلی بزرگه اینجا. حاج سینا یه چیزی به اسم وارمون کشف کرد که اصلا نمیدونه چیه. اه مرد. اینستابیلیتی هولم کرد که دقیقا حرومزاده کارش اینه که اینجا هولت کنه که بیفتی اون پایین. عجب حرومزاده های، عجب حرومزاده های. نمیدونه که من پا بر جا مثل دم آوندم. اه برادر رو اینستیبل کردی برای چی؟ اه حرومزاده، اگه زمینم خوردم ایستادم. او مای گاد، اینا رو چقدر راحت میزنم. هیچ به خیلی زمانی میترسیدم از اینا. به به کریپر الله. اینجا هاش سینا جانداران نکبت باری میبینه دیگه کم کم. موسم دیگه با فوتم درست نمیشه دوستان. به به آها الان جالب شد دوباره.
البته اینا رو با اسپایک، با اسپایک که نه، با پایک هم میزنم. به به چطوری طوله. من گفتم با پایک میزنم ولی اینجا کانوینینت بود، بهتر بود که با نانتریکو میزدیم. کوکی چقدر ارزش غذایش پایینه. الان داره بهم خوش میگذره خدا وکیلی، ولی این آب تمومشه دیگه خوش نخواهد گذشت خیلی بهم به اون صورت. اینجاست که باید گفت بیاید 26 سال منتظرتونم بیاید. بعد اینا چرا دارن بالا اسپان میشن؟ باسن لقشون اسپانراشونو میزنیم. آها نقشه هاشتینا جواب داد. شاید نه خیلی زیبا ولی چرا دقیقا خیلی زیبا، دقیقا همونی که میخواستم شد. 38 ما پوبابی که نما بنفش، ولی دیگه هیجان نداره. البته الان قراره ناموسوار اکس پی بده بهمون. ما پوبابی کی بودی تو؟ استرینگ هم بکنیم که راحت تر بزنیمشون. آه اینجا اسپانرشونه، ناموسوارم اسپانرشونه. به به چه فارمی داره میکنه اینجا هاج سینا. این فارمو باید در تاریخ بشر بنویسن و ازش یاد کنن بعدها. روح اینا خیلی باله که اروج میکنه. یکم نانچیکو رو رونمایی میکنه هاج سینا که بفهمن کتنه که 44. ال بزنیم توی کمبتمون، میلی دمیج داریم. آیرن اسکین هم 43. الان هم میتونم آیرن اسکین بگیرم، هم یکی از لول های اینجا رو مکس اوت کنم. و خب خدا وکیلی من اومدم اینجا و یکی از دلایلی که اومدم اینجا اینه که سر صدا نکنید آقا، یکی از دلایلی که من اومدم اینجا اینه که بیام اینچنتمنت پیدا کنم. ولی خب اینچنتمنت وقتی پیدا نمی کنم و به جاش فقط ماب حبابی و زامبی بالدار میبینم، چه انتظاری میتونید داشته باشید از هاج سینا؟ اصلا میلی دمیج میگیرم دوستان. لول 47 مونو اینجا رو نگاه کن، باورم نمیشه. الان فکر کنم قشنگ به اندازه یه دیوریبیلیتی این ما بتونیم حرکت بزنیم. پشمام یکی از اینا نینجاه و اندر هم هست. به ایکس پی 50 میرسه هاج سینا. میخوام نمایشی بازی کنم دوستان. خب یکی از اینا بلستاف داره، لول منم 50. 5%. بذارید ارو اسپیدمون رو مکس کنم. اولین آیتمی که تو این منو هاج سینا مکس اوت کرد ارو اسپیدش بود. دوتا لول گرفتم. چقدرم خوب جایی در اومدیم. این چیه اینجا ساختید آقا؟ یعنی دمنمون رو سرویس کنن حالا. اینا همینطوری جمع شدن دور هم دیگه، بساط کندو رو برا کردن. پشمام گیر نکنم تو این نان نیش بزنن بمیرم. امیدوارم که از این اپیزود بسیار عجیب و غریب و پرفراز و نشیب لذت برده باشید. خیلی خوشحالم از این بابت که اون پایین نمردم تو دانجن و این خفن ترین اپیزود دانجن گردی بود که تا حالا ضبط کردم. ویدیوهای بعدی میبینمتون.